واسه من لاتی پر نکن. میگن اونی که پول دیگه شو داری بکشش. دیگه ای تو هم توی این فلشه. ببین بدرف بزن. این بار اصلا مربوط به ما نیست. بار همش مال ابو هادیه. من فقط وظیفه حملشو به عهده داشتم. من اصلا خبر نداشتم بار چی بود. اصلا نمیدونستم که بار کوکائینه. اون منو فرستاد، منم قبول کردم. کل داستان همینه. رئیست بگو هر غلطی که میخواد بکنه. شما چه مدرکی برای اثباتش دارین؟ خدا اگه این بور رو که خوب میشناسم و نمیدادی میخواستم حرفتو باور کنم. بوی گندیدن از ترس میدی. آبرو ریزی که نیازی به اثبات نداره. خودت خوب میدونی آتوی که تو اما داری بزرگتر نیست از آتوی که ما از تو داری. یعنی میشه گفت هر کدوم از ما یه سلاح ویرانگر دستش داره. کشور یه ابرقدرت هم خوب معمولا با این اسلحه ها بازی نمی کنن، چون می دونن قبل از نابود کردن بقیه دارن خودشون رو نابود می کنن. به هر حال واسه این که اون 15 میلیون رو به دست بیاری فقط و فقط یه را داری. باید اینو بپوشی بری تو مزرعه آقا. بعدشم به همین سیویلم قسم خودم 15 میلیون دلار رو واسهت میذارم روش که بری واسه خودت حال بکنی. ولی به یه شرط، باز چهار دست و پا برگردی، چون که خر سوار ماشین نمیشه. ببین 15 میلیون دلار رو که قبلا گرفتی و خوب این 5 لیرم روش، بعد دیگه باز خوابه سکه رو ببینی. ببین عمو جو، دفعه بعدی که مهمون براتون اومد بپر برو آشپزخونه قهوه درست کن. اگرم قهوه نداری برو یه گوشه بشین، چون هنوز زود حرف آدم بزرگا رو بشنوی.